با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالانگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در لس آنجلس آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. میپردازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد و آنچه که در عرصه منطقه و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است. برنامه اتمی جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران داشته است؟ آنچه که پرزیدنت اوباما در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفته است. نقش جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی در منطقه. و نگاهی نیز خواهیم داشت کوتاه به کارنامه انقلاب اسلامی، پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران و خبرهای دیگر. با من شما هستند در استودیو آقای علیرضا نوری‌زاده و در استودیوی لندن ایران فردا و در واشنگتن آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نورزاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم و همینطور درود به جناب سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا از واشنگتن، از لس آنجلس آفتابی به شما سلام میگیم در واشنگتن برفی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. واشنگتن البته برفش بند اومده و آفتاب شده ولی خب سرده. از همینجا آقای نوری‌زاده شروع کنیم، پیش از این به مسائل داخلی بپردازیم. آقای اوباما آنچه رو که در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفته، این یک طرف موضوع باز مورد انتقاد بسیاری از افراد حتی در حزب دموکرات قرار گرفته. طرف دیگه خودکشی یا به عبارت قتل دادستان ویژه و عملیات تروریستی در آرژانتین رو هم داره. پیش از اون درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با هم به کجا رسید؟ انتقاداتی که متوجه آقای ظریف شده به خاطر مذاکراتش با کری و بقیه مسائل. ببینید آقای چالنگی، من در دو سه مورد این اشاره کردم. اگر نادانترین رژیم جهان هم بر ایران حاکم بود، از این فرصت طلایی که آقای اوباما فراهم کرده دو دستی استفاده میکرد و میقاپید، نه اینکه به یک دهانهای باز یاوگو اجازه بده بیان توی عربده بکشن که آقای نقدی با اون پرونده جنایاتش بیاد بگه از این به بعد دیگه از ظریف خوشم نمیاد چون با جان کری راه رفت، اون یکی بیاد بگه مرگ بر امریکا در خون من جاریه و من نمیتونم نگم مرگ بر امریکا، و اون پاسداری که پاسدار حمید رضایی که یک هلندی ازش فیلم بگیره میگه آمریکایی‌ها بیان زنا با آستین کوتاه رکابی میان تو خیابون. در نتیجه شما با یک ضد فرهنگی که 36 سال توی سر این آدم ها کردن منطق دیگه جایی نداره. اوباما دیگه چی اینا میخواستن بهشون نده؟ اولا گفت که اگر هر سنکشنی باشه، هر مجازاتی باشه، وتو خواهد کرد. خیلی صریح اینو گفت، اشاره کرد که وتو، که هر نوع مجازات جدیدی
صلح رو به هم خواهد زد و بار دیگر جمهوری اسلامی رو برخواهد گردون به برنامه اتمی نظامیش با شدت بیشتر. یعنی همه جا داشت به جمهوری اسلامی به نوع کردیت میداد که باید توافق کنیم بیم کنار. و حرفای امروز در دیروز در واقع در الحیات از قول آقای فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق منتشر شده که قابل تأمله. میگوید آقای جو بایدن به من گفت ما همه جور میتونیم جمهوری اسلامی رو به زانو دراریم، آزارش بدیم، ولی هدف ما این نیست، هدف ما دوستیه با جمهوری اسلامی. میگه این حرف از جان کری هم شنیدم. روز قبل از این آقای حیدر لبادی نخست وزیر عراق به غسان شربل سردبیر الحیات میگه که آمریکا و ایران توافق خواهند کرد. من میدونم آمریکایی‌ها هدفشون اینه. طبیعتاً در طرف ایرانم یه مجموعه آقای روحانی، اون گروهی که حمایتش میکنن، به دنبال توافقن. ولی هنوز یه چیزی جا نیفتاده. توافق به صرف توافق و برای آسوده شدن از این مجازات ها، برای اینکه پول ایران آزاد بشه، یا توافقی صادقانه به معنای دست کشیدن از برنامه اتمی. اگه هدف این باشه، تمام این بهانه جویی ها به نظر من بی معناست. هر چی که بگن اصلا معنا نداره. سانترفیوژ، نمیدونم، غنی سازی رو باید ادامه بدیم، اینا همه بی معنی است. چون اگر صداقت در کار باشه و یه توافق اصولی زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی انجام بگیره، این به منزله آنه که ایران سوخت اتمیش تامین خواهد بود، بوشهر کار خواهد کرد، احتمالاً راکتور جدیدی هم داشته باشه کمک میکنه دنیا برای تولید سوختش و همه اینا، و هیچ احتیاجی به دروغکاری و پنهانکاری نداره. ولی اگه پس ذهنشون این باشه که فعلا از این مخلصه در ریم، فردا یواشکی میریم موشکشون که درست کردیم، کلاهکی که قابلیت حمله مواد اتمی داره هم که درست کردیم، میمونه خود بمب‌سازی. تکنولوژی رو داریم، دانش داریم، 4-5 ما وقت میخواد. اگر هدف این باشه به نظر من، این توافق به جایی نخواهد رسید و مصیبت ما مصیبت عظما خواهد شد. ولی اگه واقعا اونجا یه دو نفر نشستن فکر کردن 14 سال میلیاردها دلار پول مملکت رو به باد دادن و حالا نوبت اینه یه مقدار مسئولیت پذیر بشن، امیدوارم. چون اوباما در واقع زمین رو صاف کرده، به قول انگلیسا he paved the way، و آماده است برای یک توافق کامل. اما آقای سازگار، آیا برای سرانجام یافتن مذاکرات توافق با آمریکا به تنهایی کافی است؟ و آیا همون اندازه که در دولت اوباما یک همچین تمایلی وجود داره، در حکومت ایران در مجموع هم یک پارچگی لازم برای اتخاذ تصمیم قاطع در این زمینه وجود داره؟ نه خیر، در ایران مشکل چندگانگی حکومت و شخص آقای خامنه ای مشکل جدی است. ولی در سمت واشنگتن هم آقای چالنگی، آقای اوباما در نطق سالیانش صراحتا گفت، البته جمعه قبل هم گفته بود، که وتو میکنه اگر کنگره لایحه یا طرح قانونی جدیدی تصویب بکنه. اما واکنش اعضای کنگره هم جالب بود. آقای جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا صراحتا در واقع نفی کرد این رو و گفت ما توافق بعد با دولت حامی تروریسم رو اجازه نمیدیم. و کار عجیبی که کنگره امریکا کرد این است که از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده، و عجیبتر این که آقای نتانیاهو هم بدون چک کردن با کاخ سفید دعوت رو پذیرفته و قرار است که در ماه فوریه بیاد و در کنگره امریکا سخنرانی بکنه. در واقع میشه گفت کمی ماجراهای پشت پرده در واشنگتن اومده رو، به این معنی که آقای اوباما شاید در تاریخ معاصر رؤسای جمهور امریکا بیش از همه تا کنون سابقه نداشته، تیره ترین روابط رو با جامعه یهودیان امریکا داره. جامعه ای که به هر حال امکانات خودش رو داره و حامی
بزرگ اسرائیل، اگر نگیم به نوعی خالق اسرائیل. و این جامعه الان به شدت با آقای اوباما مشکل داره، در کنگره تمام ابزارش رو به کار گرفته و آقای اوباما که گفته من وتو میکنم، صاحب نظرها اینجا در واشنگتن میگن ایشون باید دست کم 12 نفر از سناتورهای دموکرات رو که اون طرف هستند بکشه سمت خودش، از 67 بره پایین تر تا بتواند وتو بکنه. و اگر نه، در حال حاضر اگر همین طرح کرک ملندز که میگه از ماه جولای تا جولای فرصت میده ایران توافقی نکنه، اسمشو گذاشتن گیوتین تدریجی، به تدریج تحریما ماه به ماه، دو هفته به دو هفته تشدید میشه و ظرف 6 ماه میرسه به اون جایی که در واقع شاید تمام ارکان اقتصاد ایران از معدن و صنعت و کشاورزی و غیره نشونه میگیره و از کار میندازه. این طرح سناتورها دارن ارائه میکنن، در کمیته بانکی سنا داره نهایی میشه، به صحن سنا خواهد اومد و در فاصله ای که قرار است مطرح بشه، احتمالاً بعد از صحبت آقای نتانیاهو میاد به صحن کنگره. در مجلس نمایندگان مشکلی نداره، به راحتی بالای 2/3 رو میاره. در سنا زورآزمایی است که فکر میکنم آقای اوباما گز نکرده پاره نکرده، این که گفته وتو میکنم، باید بتونه در این فاصله اندکی که داره به زور حزبش و به زور خودش در واقع و خانم کلینتون هم اومده به میدون و دیگران، بتونه دست کم 12 تا سناتور دموکرات رو از جمهوری خواها جدا بکنه و بیاره سمت خودش. واقعا زورآزمایی در واشنگتن الان نامعلومه، ولی در تهران هم ابهام از این بیشتر نباشه کمتر نیست، برای اینکه آقای خامنه‌ای، آقای ظریف و آقای عراقچی جداگانه بهش گزارش میدن و به اونها مستقیما دستور میده و آقای روحانی برای اینکه بدون اصلا توی هیئت مذاکره کننده چی میگذره، برادرش رو همراه هیئت میکنه. بنابراین دولت روحانی کاری نیست. و این رو فراموش نکنیم که بخشای از سپاه، بخشای از بیت رهبری و سایر ابزارهای فشار دارن به کار افتادن و آقای خامنه ای رو که فردی مریض احوال و ضعیف و نفس هستش نمیتونه تصمیم بگیره. به این آقای خامنه شما اضافه کنید پیچیدگی این که وزیر دفاع روسیه بعد از 15 سال در هفته گذشته به ایران سفر کرد و یک پیمان دفاعی نظامی که محتویاتش فاش نشده امضا کرده با وزیر دفاع سپاهی ایران، که از قراری که من شنیدم زیاد مطمئن نیستم، ولی آقای روحانی در جریان جزئیاتش نیست، یعنی رئیس دولت نمیداند وزیر دفاع با روسا چه زد و بند و معامله ای کرده. این ماجرا فکر میکنم حالا در ادامه بحث موضوعی است که کاملا مسئله روسا رو میاره وسط. این توضیح رو من بدم که طرحی که تهیه کردن برای چنانچه به نتیجه نرسه مذاکرات، تحریم های بیشتر هست که آقای اوباما همونطور که آقای سازگارا اشاره کرد گفت من وتو میکنم. آقای اوباما حرفی زده در حاشیه این صحبت هایی که مورد انتقادات بیشتری قرار گرفت، سوی برخی از ناظران حتی اهانت به دموکراسی آمریکا تلقی شده، چون ایشون گفت چنانچه کنگره این مسئله رو تصویب کنه، یعنی اون حد نمایندگانی رو هم که به توی رئیس جمهور بی اثر میکنه به دست بیاره، اون موقع من یعنی اوباما مراجعه میکنم به مردم. برخی هم حتی تشویق کردن، گفتن این حرف شبیه حرفای کسانی است که معتقد هستن که دولت و مردم آمریکا از هم جدا هستن، چون اهانت به این مسئله است که مردم آمریکا هستن که نمایندگان کنگره رو انتخاب کردن و اینها نمایندهشون هستن که وقت اینو دیگه برای همین انتخاب میکنن، چون نمیخوان هر روز درگیر مسائل باشن. و این رو یک نوع عوام فریبی از طرف آقای اوباما تلقی کردن و محکوم مورد انتقاد. اما آقای نوریزاده عزیز ببینید، در این روزها یک اتفاق دیگه هم افتاد.
اشاره شد که حکومت ایران از نظر آمریکا همچنان از نظر دولت آمریکا همچنان حامی تروریست شناخته میشه. در نزدیکی آمریکا در این سوی جهان در آرژانتین آقای آلبرتو نیسمان داستان ویژه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در مورد مرکز یهودیان هشداری که در اونجا انجام شد. میگن به قد رسید، گفته میشه خودکشی کرد یک روز قبل از اینکه گزارش خودش رو و افشای اینکه دولت کنونی خانم کریستینا فرناندز در حال سازش بوده با جمهوری اسلامی برای لاپوشونی کردن عملیات تروریست. آیا حکومت ایران جدا از برنامه اتمی به فرض اینکه کوتاه بیاد به سود مردم ایران کوتاه بیاد از تروریسمش هم دست کشیده همزمان و میکشه؟ اولا باید از آقای چالنگ، از شما و آقای سازگارا سوال کرد چی شده تمام این سه نفری که ما میدیدیم، آقای بایدن و آقای اوباما و بعد اون مال حزب جمهوری خواه، اینا همشون خیلی تن بودن. من تو زمستون کجا رفتن؟ اسکی رفتن، صورت ها همه حسابی آفتاب خورده و خیلی جالب بود. حضور درس کنم چرا از ما آقای از آقای سازگارا پرسیدم، چون بالاخره اونجا سر میزنه به خبر داره، خیلی تن بودن اینا. اما یه نکته رو خدمتون بگم در اشاره ای آقای دکتر سازگارا به سفر وزیر دفاع روسیه کردن. آقای روحانی رئیس شورای عالی دفاع هست و معمولا قراردادهای نظامی در شورای عالی دفاع بررسی میشه. الان کاری که کردن یه تفاهم نامه امضا کردن، به این معنا که ایران الان 4 میلیارد دلار از روسیه طلبکار برده، چون 900 میلیون دلار 800 خورده میلیون دلار پول خرید منظومه موشکای S-300 رو داده و اون زمانی که آقای پوتین با آقای اوباما روابط خوب و دوستانه‌ای داشتن از دادن این موشک‌ها به ایران خودداری کرد و این مسئله خب درگیری بسیاری ایجاد کرده. البته از پایان ریاست جمهوری جورج بوش شروع شد، به دوران اوباما رسید و روسا این موشکا را ندادن، جاش اومدن تور M1 دادن و S-200. بعدم سپاه مثل همیشه ادعا کرد ما بهترش رو خودمون ساختیم. حالا اگه بهترش رو خودتون ساختین پولو بگیریم برین کنار، پچر اصرار داریم بگیرین از روسا. به خصوص که روسا خیلی جالبه این منظومه موشکی رو به مصر و به عراق فروختن، این خیلی جالبه، ولی به ایران ندادن. در هر حال این تفاهمنامه حالا توش پیش بینی کردن. آقای رفسنجانی اولین بار در سال 1369 قراردادی با روسا بستن 5 میلیارد دلار برای 5 سال. بعد این قراردادها ادامه پیدا کرد برای اینکه دستمون زیر ساتور روسا رفت. قطعات یدکی میک 29، میک 25، میک 27 و سوخوی 24 و 27 و غیره ما دستمون رفت و تانکتی 72. الان این تفاهمنامه در واقع برای اینه که اولا چارچوب قراردادهای بعدی روشن کنه، بعدم حالا این توضیح رو من دادم در مورد تروریسم. ابدا جناب چالنگی، ببینید اتفاقی که در قنیتره افتاد در جولان آشکارا نشون میده که جمهوری اسلامی تا خرخره آلوده تروریسمه. چرا؟ اگر رفتن از قبر حضرت زینب دفاع کنن، قبر حضرت زینب دمشقه، تو قنیتره چیکار میکردن؟ و اونم با محمد عیسی که معروف مسئول عملیات برون مرزی حزب الله است، یعنی عملیات تروریستی، اونم با آقای جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه که بردن از تو قنداق تربیتش کردن، تبدیلش کردن به باباش و امنیت یکی از شغلای امنیتی حزب الله. علی ابراهیم چی؟ اونم که باز مأمور ترورهای بسیاری بوده و در قتل حریری هم اسمش ذکر شده. بنابراین وقتی آقای سردار محمد علی الله‌داد در کنار ایناس با 6 تا از پاسدارهای دیگه، پس اینا طراحی یه با عملیات تروریستی رو داشتن میکردن، چون با اسرائیل که نمی جنگن. سوریه از سال 73 تا حالا یه گلوله نزده به اسرائیل، جولان هم در اشغال اسرائیل، دنبال یه عملیات بود. در یمن امروز شاهدیم یک گروه پابرهنه حوثی با پول ایران، با پول مردم ایران و سلاحایی که غارت کردن
نماد مشروعیت یعنی رئیس جمهوری رو گروگان میگیرن، رئیس دفترش رو میگیرن، نخست وزیر رو میگیرن، برای اینکه قانون اساسی رو عوض کنن 50% از شغلا بیاد دستشون. همون کاری که حزب الله در لبنان کرد، یعنی شاهدش در سال 2007 بودیم، در لبنان این کار کرد. بنابراین جمهوری اسلامی در ترور دست داره. گروه های تروریستی در عراق، اصحاب اهل حق، جیش المختار، اینا که حالا شدن مأمور مبارزه با داعش، اینا تروریستن، اینا آدم کشتن. جیش المجاهدین وقتی به اردوگاه لیبرتی حمله کرد با افتخار اومد گفت یه عده آدم مریض سن 50-60 سال سنشون اونجا در فلاکت و بدبختی و مصیبت، اینا هم اومدن با افتخار حمله کردن، یه عدهشون رو کشتن، دستشون هم بردن بالا، ما اینا رو کشتیم. و این حمایت از تروریسم جمهوری اسلامی هنوز به گلبدین حکمتیار کمک میکنه علیه دولت قانونی افغانستان، هنوز داره با طالبان زد و بندی در پس پرده داره. اینه که این رژیم دست از تروریسم بر نمیداره. وقتی آقای محمد علی جعفری میگه اسرائیل رو از روی نقشه جغرافیا محو میکنیم، همه میدونن بلوف میزنه، همچی کاری نمیتونه بکنه، اما اشاره او به تروریسمه، یعنی با ترور این کار رو میکنیم. و بنابراین رژیم جمهوری اسلامی اولین کاری که باید بکنه هر نوع قرار داد در رابطه با اتمی، التزام عملی و تعهد به دست کشیدن از ترور مردم ایران و ترور خارجی. دو نکته من در ارتباط با صحبت‌های میزده اضافه بکنم. در بلندی های جولان که اشاره کردن، احتمالا برخی از بینندگان اگه در جریان نیستن، به اصطلاح حمله اسرائیل بود یا به اقدام نظامی اسرائیل بود علیه حضور نیروهای نظامی در منطقه جولان، بخشش که به کنترل اسرائیل در نیامد یا زیر کنترل نیست، و به هر حال کشته شدن گروهی از پاسداران جمهوری اسلامی و فرماندهان پاسداران جمهوری اسلامی که آقای نوری‌زاده اشاره کرد به اسامی و جزئیات کسانی که کشته شدن، و یکم اردوگاه لیبرتی متعلق به مجاهدین خلق در عراق که مورد حمله قرار گرفت پس از اردوگاه اشرف در عراق. اما آقای سازگارا، شما در مورد قتل یا خودکشی دادستان ویژه عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در آرژانتین، آلبرتو نیسمان، باز بحث برانگیز شده بار دیگه. اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی رو به صفحه اول مطبوعات آورده، دست کم در آمریکای لاتین و همینجا در آمریکا هم در مورد این رو چطور ارزیابی میکنیم؟ یک روز قبل از اینکه ایشون بره و جزئیات بیشتری رو در مورد معامله پشت پرده آرژانتین و حکومت ایران در ابعاد بیشتری افشا کنیم. والا آقای جالنگی، این ماجرای عملیات تروریستی در مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 که به پرونده آمیا معروف، مخفف اون مرکز یهودیان، و اون زمان منجر به کشته شدن انفجار بمب 84 نفر اگر اشتباه نکنم شد. این پرونده واقعا مثل یک فیلم سینمایی پرحادثه شده، برای اینکه بعد از اینکه اون انفجار صورت گرفت، انفجار تروریستی و تعدادی از یهودیان کشته شدند، انگشت اتهام بعد از مدتی به سمت ایران چرخید. آقای خامنه‌ای، هاشمی، محسن رضایی، آقای ولایتی و وحیدی در واقع شدند متهمین اصلی این پرونده که دخالت داشتند. ولی از اون تاریخ با تغییر رئیس جمهورا در آرژانتین و قضات پرونده، بارها و بارها مسائلی مطرح شده از قبیل اینکه مثلا 10 میلیون دلار به آقای منم رئیس جمهور اسبق آرژانتین ایران رشوه داده، یا به قاضی رشوه داده، یا الان خانم فرناندز پشت پرده با جمهوری اسلامی به همراه وزیر خارجش سازش کرده، و هم سر دریافت نفت و غیره، و هم اینکه با جمهوری اسلامی رشوه در واقع رد و بدل شده. این دادستانی که آلبرتو نیسمان که
در منزلش یک شنبه شب، شامگاه یک شنبه، کشته پیدا شد و مادرش رفت اونجا به ضرب گلوله کشته شده، کسی بود که مدتی بود، شاید چندین ماه بود که میگفت تحقیقاتش به نتیجه رسیده و رئیس جمهور رو، خانم فرناندز رو متهم میکرد به اینکه برای لاپیچونی کردن پرونده از ایران رشوه گرفته. و قرار بود دوشنبه، یعنی روز بعدش، در کمیسیون مجلس آرژانتین اسناد و مدارکش رو ارائه بده و گزارشش رو بده. این مرگ که حالا میگن اصلا هم هست اونجا، جنازه هم پیدا شده و دارن مطرح میکنن که خودکشی بوده، بسیاری از دوستان آقای دادستان و کسان دیگه، من این روزها میبینم، میگن که نه او آدمی بود که خودکشی کنه، نه این موضوع کاملا مبهمی است و به احتمال زیاد قتل هستش و دوباره در واقع یک کار تروریستی روی این پرونده پیچ در پیچ انجام شده. من به هر صورت با آقای نوریزاده موافقم که جمهوری اسلامی دست تروریسمش رو دراز کرده و راستش نگرانی اصلی من آقای چالنگی این است که همون گروه های نادان، باندهای مافیایی ثروت و قدرت که زمان جنگ ایران و عراق هم همین آقایون سپاهی ها مملکت رو 6.5 سال دست کم بیشتر در جنگ نگه داشتند و اون همه کشته و خسارت روی دست کشور گذاشتند، الان هم طرح‌های عجیب و غریبی داشته باشند از قبیل توسعه کارهای تروریستی در منطقه، پایگاه‌های موشکی در جولان، حمله به اسرائیل. یا آقای حسن نصرالله در هفته گذشته گفت ما یه سلاحی داریم که اسرائیل خوابش هم نمی‌بینه، که خیلی هم میگن نکند که بمب کثیف ساخته باشن به حزب الله داده باشن که بده دست تروریستی وسط اورشلیم یا تل آویو در بکنه. و ماجراجویی‌های از این قبیل جمهوری اسلامی و به تبعش مردم ایران رو وارد درگیری‌هایی بکنه که دودش نهایتا به چشم مردم خواهد رفت. اینم عرض بکنم اگر اجازه بدین، راجع به تفاهم نامه یا موافقت نامه‌ای که روسیه با ایران امضا کرده، تصورم این است که سیستم S-300 رو که در واقع به زور اسرائیل و به زور امریکا روسیه نداد زمان آقای مددف و نهایتا هم گفت که اصلا مشمول تحریم سازمان ملل و نمیدم و 800 میلیون دلار پول ایران رو خورده و پس نمیده، به اضافه این که حالا ایران شکایت کرده میگه 4 میلیارد دلار خسارت خوردم باید به من بدی، این سیستم فکر نمی کنم باز هم به ایران بدن، برای اینکه اگر بدن آسمان بیدفاع ایران که الان حتی جلوی نیروی هوایی امارات آسیب پذیره، باعث میشه که اگر اسرائیل بخواد عملیات برق‌آسایی بکنه و تسلیحات هسته‌ای ایران رو بزنه، اون وقت به ایواکس های امریکا احتیاج داره، به خیلی تسلیحات احتیاج داره که پای عربستان رو هم میاره وسط، پای امریکا رو. لذا فکر میکنم آقای پوتین داره برعکس پیمان تیلسیت رو که ناپلئون فتلیشا رو بازی میداد در مقابل روسا، داره جمهوری اسلامی رو بازی میده این دفعه جلوی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و غربی‌ها، و این کارت رو در واقع در بازیش با غرب داره کارت ایران رو بازی میکنه، تهدید اینکه S-300 میدن به ایران و بلکه از تحریم‌های بیشتر جلوگیری بکنه و مذاکره‌ای که با رئیس جمهور اوکراین داره در آلمان، و بعدش فکر میکنم دوباره سر جمهوری اسلامی رو بیکلاه میگذاره. حالا البته باید دید چه جزئیاتی اعلام میشه، چون فقط گفتن که مسئله داره حل میشه. 300 ها خب صحبت تروریست شد، همین چند پیش بود، چون در ماه بهمن ماه هستیم، ما نزدیک میشیم به دهه فجر انقلاب هم هست، و همین چند پیش بود در دولت احمدی نژاد استقبالی که شد، یعنی در واقع در حکومت ایران، از یک تروریست آزاد شده از زندان در فرانسه، آقای احمد علی وکیلی را، یکی از قاتلان دکتر شاپور بختیار، در سخنگوی وزارت خارجه حکومت فقیه رسما به استقبال این تروریست رفت.
حلقه گل برگردنش انداختن و بعد در سخنانی هم گفت که به بهشت بازگشت. رسما حکومت ایران از یک تروریست شناخته شده کار کار خود جمهوری اسلامی بود، این ثابت شد در دادگاه فرانسه و در عملیات بسیار دیگه عملیات تروریستی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی. آقای نوریزاده، به دهه 8 نزدیک میشه. بله. شما یک ارزیابی کلی وقتی بخواید بکنید از مجموعه آنچه که پس از این انقلاب آنچه که بر سفره مردم اضافه کرد، بر زندگی مردم اضافه کرد و یا کم کرد، چه خواهید؟ آقای چالنگی، باز میگم حرف میاره. بذارید دو تا نکترم اشاره کنم سریع جواب بدم. یکی این که اگه یادتون باشه در جریان افتضاحی که در سوئد شد که به ایران در حالی که منع فروش اسلحه بود موشکای RB-70 دادن، موشکایی که رو شونه هم میشد و ضد هواپیما بود، اولاف پالمه که به اون وضع مشکوک کشته شد. بعد مسئولان شرکت نوبل، یکیشون که در پرونده بود جلوی قطار انداخته شد و یکی دیگه شون خودکشی کرد. از این چیزها زیاد بود. یه نکته دیگه هم جالبه که در خاطرات آقای رفسنجانی از سال 69 در فکر میکنم ماه اردیبهشت خرداد باشه، می نویسن آقای ولایتی به من زنگ زد گفت انیس نقاش آزاد شده میخواد بیاد ایران و خود ایشون توضیح میده اون زیر کتابش یا پسرش یا برادرزادش که انیس نقاش فردی بود که به جرم کشتن، تلاش برای کشتن شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه دستگیر شد ولی در جریان حمله یه پیرزن آسیب دید، یه پلیس فلج شد. حالا اونجا هم آسیب دید یعنی کشته شد دیگه در واقع. بعد میگه ایشون به حبس ابد محکوم شد ولی به 6 سال کشید، فرانسوی‌ها آزادش کردن. وزیر امور خارجه کشور به رئیس جمهوری گزارش میده یک تروریست آدمکش از زندان آزاد شده میخواد بیاد به ام القرا، بیاد ایران که چیکار بکنه؟ که $1,000,000 بهش بدن دستخوش که بره در لبنان مرکز تحقیقات استراتژیک دایر بکنه و هر شب تو تلویزیون المنار و تلویزیون مال حزب الله و تلویزیون العالم مال جمهوری ولایت فقیه بیاد به عنوان مفسر سیاسی چرندیاتش رو به خورد مردم بده. یک قاتل، یک تروریست شناخته شده به نام انیس نقاش. این بنابراین میخوام بگم استقبال از آقای وکیلی راد. بعد آقای قشقایی کنارش میده میشه آقای قشقاوی و این دستش هم عضو شورای، عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس میشینه و چنان ایشون رو در میان میگیرن که تو گویی قهرمانی 8 تا مدال گرفته، از جهان برگشته یا 2 تا مدال علمی گرفته. این آدم در بریدن که مثلا نقاب صفوی به عنوان قهرمان شناخته میشه. ولی آقای اجازه بده، درسته ولی اون رفت اقلا یه گلوله زد. حالا اونا رفتن با اون دار و دسته شون رفتن، خب مگه آقای امانی نیست؟ صادق امانی مگه اینا همه تروریستن؟ ولی اون رو با گلوله زد کسروی رو کشت. ولی این آقا و همدستش رفتن گلوی دکتر بختیار رو بریدن، رفتن دستش رو بریدن و ساعت رولکسش رو به عنوان غنیمت برداشتن، سینه سروش کتیبر رو شکافتن. کسانی که بر سر کار اومدن وقتی الگوها و قهرمانان و بزرگانشون کسانی مثل آقای نواب صفوی و بقیه بود، طبیعتاً این کسان هم برایشون ادامه همون افراد هستن و برمان قهرمانان چنین حکومتی هستن. بفرمایید. یعنی معلوم آقای ولایتی در مقام وزیر خارجه تسهیلاتی به این تروریست ها میداده، امکانات. من داستان انیس نقاش رو خیلی خوب میدونم، اون دوست ما ابو وفا که شما هم میشناسینش، ایشون برای ما گفت که در پاریس چه خبر بود. حالا
قرار زمینه آقای چالنگی، این رژیم بنابراین در این ابعاد و این شرایط هیچ شما انتظاری ازش نمیتونید غیر از این داشت. اما چه کردن اینا بعد از انقلاب؟ فرمایش آقا در بهشت زهرا همچنان در گوش ما زنگ میزنه که ایشون ما رو خواستن آدم بکنن، خواستن اخلاقیات ما رو درست کنن، کمالات ما رو. همزمان برق مجانی، نفت مجانی، گاز مجانی، قرار بود صبح به صبح بیان در خونامون رو در بزنن، به همون سهمیه نفتمون رو بدن. این کارا رو همه رو ایشون وعده داد و وقتی هم اومد به ایران وعده هاش رو یکایک دیدیم. ملتی سربلند و مغرور رو تبدیل کرد به یه ملت فقیر، به یک ملتی که از صبح تا شب فکر و ذکرش اینه که نان و گوشتی تهیه بکنه، خانوادهش رو سیر بکنه. یه ملتی که سر به آسمان ها داشت و حالا چنان سر بر زمین انداخته از خجلت همسر و فرزند. این کاری بود که این انقلاب با ما کرد. بعضی ها میان میگن آقا خیابونای قشنگ، پلای هوایی، و من همیشه بهشون اینو میگم، میگم کشوری با ثروت ایران، با امکانات ایران و با اون طرحهایی که در سال 50 طرحهایی که ریخته شد، دو تا برنامه 5 ساله پشت هم، ما در سال 60 کجا میرسیدیم؟ این پلای هوایی و اینا تا همون سال 58 و 59 ساخته شده بود. جایگاه ما امروز کجا بود؟ دلمونو خوش کردیم که 4 تا پل هوایی داریم که تمامش هم قلابی ترک برداشته، خود آقای قالیباف شهردار اومده ایراد گرفته که این ایرادات اساسی و عمده داره. شهر تهران رو، تمام باغاش رو از بین بردن، تمام اون زیبایی های پل رومی و کامرانیه و زعفرانیه و سعدآباد همه از بین رفت، آپارتمان ساختن. این پیشرفت و توسعه نیست. این پیشرفت نیست که موشک سجیل میسازیم. پیشرفت و توسعه اینه که توی مملکت ما کلیه نفروشن، تن فروشی نکنن برای زندگی. پیشرفت این است که در کشور ما بیمارستان ها آلوده نباشن. اینا رو اسمشو پیشرفت نمیذاریم. آقای بیل گیت امروز دیروز اومده بود سخنرانی میکرد راجع به اون بنیاد خیریش، باید بیاد ستایشگر ابوظبی دبی بشه، بگه بزرگترین خدمات رو در عرصه مبارزه با فلج اطفال اونا کردن. ایران اون وقت باید اینجور بشه. اون بلوچستان، اون سیستان، اون خوزستان. آقای نورزاده حتما باز خواهیم گشت در هم این زمین، چون چه وقت باشه زمان خواهیم داد. بخشی از صحبت های آیت الله خمینی رو میشنویم در بهشت زهرا، آنچه که وعده داده، آنچه که مورد اشاره قرار گرفت، صحبت ها و حرفای آیت الله خمینی در انقلاب بنیانگذار. برای اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. بله، و دل خوشم نبودم به این مقدار، مقدارهای بیشتری هم از راه رسید. این که ببینید آقای سازگارا، آقای نریمان مصطفایی بخشی از حقیقت آنچه واقعیت هست در عرصه زندگی مردم رو گفته. سمت ایشون مدیر کل دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی، اینو بارا گفتم، عناوین به ایشون البته مقصر نیست، این عناوین بسیار طولانی است. چرا بمانه؟ گفته 20 میلیون نفر در سکونتگاه های غیر رسمی در درود صحبت کرده زندگی میکنه. بعد توضیح داده سکونت های غیر رسمی اسم محترمانه آلونک خواب هاست، همون کوخ نشین ها هست که آقای خمینی سنگشو به سینه میزنه و گفته اینو در حاشیه شهر. این یک قلم از اون چیزهایی که آقای خمینی اشاره کرده. به اینها فقط دلخوش نباشیم، بیشتر خواهیم. اگر بخواییم فهرستوار خیلی کوتاه بفرمایید که دستاور بگیم سالیان سال حکومت اسلامی دینی، حکومت فقیه به روایت روحانیت شهر اسم درش بوده، چه بوده، چه خواهید؟ دستاوردهای اقتصادی منظورتونه؟ یعنی در تمام زمین ها اگر بخوایم بگیم، تیتوار بخوایم عنوان کنیم اشاره به واقعیت.
البته وقت کمی است میدونم. بله خیلی ارزیابی بزرگ میخواد برای زیادی از وقت ما کرد. بله فکر نمی کنم من موفق بشم آقای چالنگی بتونم بگم و ضمن این که حاضر و ذهن هم نیستم اگر بخوام لیست بکنم. به هر حال یک پدیده تاریخی مثل انقلاب اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی هم یک بررسی همه جانبش به قول عباس اقبال آشتیانی برای مورخ همیشه 50 سال بعد به سراغ یک حادثه میره، هنوز کار داره به شکل چنین ارزیابی کرد. در عرصه اقتصادی به هر حال باید به ارقام و اعداد رجوع کرد. من البته با سیاست‌های نابخردانه شاه در دهه 50 اصلا موافق نیستم، یعنی اشتباهی که نفت رو در سیکل اقتصادی کشور یک سویه ایشون تزریق کرد، ارقام بودجه رو یک شب ضرب در دو کرد علی‌رغم توصیه همه کارشناسانش تا حدی که رئیس سازمان برنامه‌اش استعفا داد و رفت و در واقع یک توسعه نامتوازن اتفاق افتاد با تزریق یک سویه پول نفت که آثار سوء خودش رو در سال 56 شروع کرد به نشون دادن. به نظر من اون سیاست‌ها اگرچه علی ظاهر طبقه متوسط رو قدری فربه کرد، دیده می‌شد، حقوق ظاهراً رفت بالا، نعمت بود، ولی اون توسعه توسعه مطلوب نیست به نظر. دهه 40 هجری شمسی دهه‌ای بود که اقتصاد ایران داشت متوازن رشد میکرد و آنترپرنورها، کارآفرین‌هایی مثل آقای خیامی، برخوردار، غیره داشتن مثل کره جنوبی یک رشد متوازن میکردن. اون اشتباه بعد از انقلاب هم به نظر من به کرات تکرار شد. شاید آیا اون اشتباه سبب انقلاب بود یا نه؟ انقلاب بعضی از حالا اون اشتباه بود نبود بحث دیگه است، ولی آیا انقلاب عکس العملی بود در برابر به گفته شما سیاست های غلط اقتصادی اون زمان یا نه انقلاب از جای دیگه می اومد، علت های دیگه داشت و یا و هدف های دوستان چپ ما در واقع که دوست دارن همه چیز رو بر مبنای مبانی اقتصادی توجیه بکنن، پاره تحلیلاشون میگن در واقع انقلاب حاصل شکست سیاست‌های اقتصادی شاه در سال 56 بود و با مشکلاتی که از نمیدونم کمیسیون ماده 10 قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری و غیره و غیره به وجود اومده بود. من به نظرم نه، یعنی شاه اگر یکی دو سال دیگه میماند آثار اون سیاست های سوء اقتصادی از سالهای 59 و 60 خودش رو نشون میداد. بنابراین فکر نمی کنم در مقطعی که در واقع تزریق یک سویه پول نفت علی ظاهر رفاهی آورده بود برای حداقل طبقه متوسط، طبقه متوسط پشت کردنش به شاه معلول مشکل اقتصادی بوده باشه. اگرچه در همون مقطع در تحلیل برنامه توسعه 5 ساله این بحث شد که این عدم توازن روستاها رو به شدت آسیب زده، راه روستایی نیست، برق نیست و توسعه نتوانسته به جمعیت‌های روستایی برسه. برای اینکه اصولا آقای چالنگی دولت سالاری در اقتصاد هر حکومتی که باشه بخواد از یه جای مرکزی این حرکات رو بکنه این عدم توازن ها درش ایجاد میشه. به همین دلیل من طرفدار سیاست های دهه 40 زمان شاه هستم که توسعه بخش خصوصی و کارآفرین ها متوازن داشت جلو میرم. ولی بعد از انقلاب شما در بعد انقلاب بودید مثل بسیار آیا انقلاب به پیروزی رسید؟ به آنچه که میخواستید آیا این انقلاب و انقلابیون میخواستن بعد از این سالها آیا رسیدن؟ آیا آنچه که الان پشت سر هست یه نمونه شو من اشاره کردم از زبان آقای مصطفی در همین عرصه اقتصادی انقلاب برای ایران چه بود؟ به طور مختصر ببینید به نظر من انقلابیون وقتی به قدرت رسیدند نسخه هایی رو که
روشنفکری دهه 40 ما، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، به خصوص دوستان مارکسیست ما و در تمام ابعاد فرهنگی ما پیچیده بودند، این نسخه ها رو به اجرا درآوردند. یعنی سوسیالیست مزاجی، ضد امریکا و ضد سرمایه‌داری بودن، بازگشت به روستا و بازگشت به خیش و عزیز کردن طبقات سنتی مثل روحانیت، خودکفایی صنعتی و بازگشت به روستا و مسائلی از این قبیل. این نسخه ها به نظر می رسید نسخه های راهگشایی است که اقتصاد رو انجام ده. به نظر من در دولت آقای مهندس موسوی در همون دهه اول انقلاب تقریبا تمام اون توصیه های روشنفکری دهه 40 ما که من اسمش رو گذاشتم میراث مندرس، تمام اون نسخه ها به اجرا در اومد، تمام اونها اجرا شد، اما حاصلش فاجعه شد. حاصلش در واقع یک شکست کامل اقتصادی داشت. مثلا فرض کنید در عرصه صنعت که من خودم دستم در کار صنعت بودم، ما به جد بر اساس این فکر که باید خودکفایی صنعتی باشه، باید حلقه های مفقوده ای رو که در صنعت هست خودمون بسازیم، سرمایه گذاری میلیاردها دلار سرمایه گذاری در ابعاد مختلف صنعت شده، صنعت خوب رشد کرده، بیش از 85,000 کارخانه ما الان داریم، اما بسیاری از اون سرمایه گذاری ها در واقع اقتصادی نبوده. باید من خودم از دلایلی که استفاده دادم یکیش همین بود که در واقع در عمل دیدم اون نسخه ها غلطه. صنعت ذاتاً یک پدیده جهانیه، ما به جای خودکفای صنعتی باید بریم با چرخ صنعت دنیا بچرخیم و در کمپانی های جدید در واقع حضور داشته باشیم. یا فرض کنید سوسیالیست مزاجی که حاکم بر انقلاب بود و منجر به ملی کردن بانک ها، شرکت ها، کارخانجات، بیمه ها و غیره شد، این باعث شد اقتصاد از آنچه که دولت سالار بود در زمان شاه دولت سالارتر شد، فربهتر شد و لاجرم در اقتصادهای دولت سالار هم راندمان پایین میاد، هم مقدار زیادی فساد رخنه میکنه و فساد هم رخنه کرد. یا بخشای دیگه اون نسخه ها مثل ضد امریکا و ضد اسرائیل و غیره و غیره بودن، همه اینها به نظر من مجموعا نشون داد که اشکال داره. ولی در دولت آقای هاشمی و در دوره اصلاحات سعی کردن این آقایون، به نظر من نصف نیمه سعی کردن که اون سیاست ها را عوض کنند، اما توفیق پیدا نکردن به دلیل اینکه آنچنان ساختارهایی رو به وجود آورده اون سیاست های غلط و حامیان و منتفعانی داره که تا همین امروز در دولت روحانی هم این کشمکش در ایران باقیه و در واقع گروه هایی که از این اقتصاد ناسالم بهرمند شدن مانع هر نوع تغییری هستن و فساد گسترده‌ای که تا معاون رئیس جمهور درش دخیله و الان 10 سال هم بهش تخفیف دادن، قراره 5 سال بفرستنش زندان. شما آقای سردار به تو مختصر چون بینندگان شاید کنجکاو باشن، گفتید در صنعت و استعفا دادید، چه سازمان گسترش صنایع منظور شما؟ بله، من رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم که تقریبا بزرگترین لقمه یک جای صنعت کشور بود و 100% متعلق به دولت بود و 140 کارخونه بزرگ کشور رو میگردون. و چند سالگی؟ من در 27 سالگی رئیس سازمان شدم. بعد از انقلاب. انقلاب ها اصولا آقای چالنگی مدیران جوان رو به کار میفرستن، این هم از آفات انقلاب ها البته. ولی در سر انقلاب ها این اتفاق افتاده، ولی عملکرد ما در سازمان تو اون 2-3 سال اول بد نبود به نظر من به گواهی آمار و ارقام، منتها در زمان جنگ هم. ولی اصل اشکال از مواردی بود که در صنعت کاملا من بهش رسیدم و اون که صنعت باید بره دست بخش خصوصی و هم دلیلم بار دوم که پذیرفتم، تنها رئیس سازمان هستم که دو بار رئیس سازمان شدم، سال 67 که پذیرفتم دوباره برم
با این شرط با وزیر صنایع سنگین رفتم که من سازمان رو و تمام شرکت‌های تابع و وابستش رو از طریق بورس به مردم باید واگذار بکنم. منتها اون هم در واقع عرض کردم موانعی که داخل بسیار دست بسیار خیلی بیش از اینکه تصور میشد به دست خصوصی رسیده. این در واقع خصوصی سازی نیست، اختصاصی سازیه. آقای نوری‌زاده تفسیر شما رو در این زمین میشتم. آقای سازگارا اشاره کرد که انقلاب‌ها چنین هستن. همین آقای میرحسین موسوی فراموش نمیشه که در مقام نخست وزیر کشوری که به هر حال اگر سیاست‌های به گفته آقای سازگارا در موارد اشتباه بود، ولی به هر حال وضعیت چارچوب معین مشخصی داشت که قابل اشتباهاتش هم به گفته کارشناسان و حتی منتقدین امروزه قابل اصلاح بود و میشد اصلاح کرد. آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر انقلاب، ایشون وقتی هندونه در کشور کمیاب شد گفت این توطئه امپریالیسم است. خب آقای چالنگی، شعارا رو باید مملکت شعار بود قربونه، یعنی همتراز ایشون دیگه. مملکت تفسیر شما رو درباره اون چی که آقای سازگارا اشاره کرد. نه مملکت شعار بود. آقای رفسنجانی هم توی خاطراتش اشاره میکنه، دکتر سازگارا میره پیش ایشون داد و بیداد هم میکنه، ولی اینا هست. اول انقلاب ما شاهد بودیم افرادی، حالا دکتر سازگارا درس خونده بود، بالاخره رفته بود در یک تخصصی داشت، ولی آدمایی بودن شاگرد دوچرخه‌ساز و سوهان فروش و اینا رو بردن مقامات عالیه کشوری بهشون دادن، چون به قول آقای خمینی شون میفرمود تخصص به درد ما نمیخوره. اول انقلاب آقای نوری‌زاده در تمام موارد نبود. دولت آقای بازرگان که اومد اکثر کسانشون کسانی بودن تحصیل کرده و بسیارشون. بله بفرمایید. بله یه مسئله شما دارید، میگید بخشنامه دادن تو تلویزیون که آقای فلان از فردا میخوایم شما نقش پرویز یا حقیقی داشته باشید. حالا قبلا شاگرد نفروش بود تو قوم. این اتفاق متاسفانه افتاد. سطح مدیریت کشور به شدت سقوط کرد، یعنی گاهی اوقات آدم میرفت آدمایی رو میدید در جایگاهی نشستن تعجب میکرد و متاثر میشد که چرا باید مملکت ما به این نقطه برسه که این همه فرد تحصیل کرده زحمت کشیده. اون مجموعه هایی که در همون دهه 40 که آقای دکتر سازگارا میگه، دکتر عالی خانی ها اینا اومدن، ابتهاج ها اینا، مملکت رو تکون دادن، کار کردن، زحمت کشیدن و حاصلش هم اون بود که ما مملکتمون با درآمد کم نفت اون همه صنعت زیربنایی ساخته شد. انقلاب به نظر من یک بلا بود که ما دوچارش شدیم. مملکت ما اون زمان نیاز به رفرم داشت، زمینه های رفرم فراهم شد. متاسفانه خطای بزرگ جبهه ملی که من هرگز این خطا رو نمیبخشم، این که جبهه ملی در سه دوره تاریخی فرصت داشت که ایران رو نجات بده و از این فرصت استفاده نکرد که مرحوم مهندس زیرکزاده بهش اشاره میکنه، در سال 32، در سال 42 و در سال 57. عدم قبول نخست وزیری از جانب آقای سنجابی و اون بازیایی که در آورد و ضربه ای که به دکتر بختیار زدن، نتیجهش این شد که ما افتادیم به دامن آقای خمینی و خوابش هم نمیدیدن. 35 ساله 36 ساله سرنوشت ما دستشونه. در چون این روزهای دکتر شاپور و بختیار سخنی که گفت در پی سخنان آقای خمینی در نوستات رو میشنن گوشه از آنچه که شاپور بختیار اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه. شنیدید و به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. به مناسبت ایام سالگرد انقلاب اسلامی که در راه است، باز هم برنامه های خواهیم داشت، حتما در این زمینه سخن خواهیم گفت. با سپاس از شما آقای نوری‌زاده عزیز و سپاسگزار هستیم آقای سازگاره عزیز در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، تفتان، دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.